سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم در خصوص تابع مچ با هم صحبت بکنیم. تابع مچ در واقع تابع هستش که میره بر اساس حالا یک معیاری یک چیزی رو توی یک ستون پیدا میکنه و سطر اون رو بر میگردونه. این تابع شاید به نظر خیلی ساده بیاد، ساده هم هست، راحت استفاده میکنیم ازش، ولی خیلی جا کاربردی هستش واسه اینکه ما یک آیتمی رو پیدا بکنیم کجای صفحه هستش و یه آیتم دیگه ای رو بر اساس اون که هم ارزش میتونه باشه برگردونیم، همون کاری که مثلا تو ویلوکاپ انجام میدادیم. ولی خب تو اینجا در خصوص اینکه چطور حالا آیتم ها رو برمیگردونیم صحبت نمیکنیم، اما تو جلسه بعد که در خصوص تابع ایندکس یا ایندایرکت صحبت میکنیم، از ترکیب مچ با ایندکس میتونیم یه سری آیتم رو برگردونیم، یا ترکیب مچ با تابع ایندایرکت میتونیم آیتم های مختلف رو پیدا بکنیم و هم ارز اونا رو برگردونیم. خب بیایم یه نگاه ساده روی تابع مچ بندازیم ببینیم چطور کار میکنه. همونطور که میدونید تابع مچ تو قسمت فرمول ها توی قسمت لوکاپ اند رفرنس هستش، توی اینجا ما میتونیم راحت مچ رو پیدا بکنیم. حالا اگر بخوایم مچ رو استفاده بکنیم، بذارین از اول بنویسیم. تابع مچ رو میتونیم تایپ کنیم. این تابع سه تا آرگومنت داره، سه تا ورودی داره. اول از همه میگه من چی رو باید برم پیدا بکنم. این چی رو پیدا بکنم؟ مثلا من میذارم اسم رو، میگم آقا اسم رو واسط وارد میکنیم، تو برو پیدا کن. پس ورودی اول چیزی هست که میخوایم جستجو کنیم. حالا میتونه سلول باشه که میره مقداری که توی اون سلول نوشته شده رو سرچ میکنه، یا میتونیم اینجا مستقیم تایپ کنیم توی دابل کوتیشن. خب وقتی که مقدار رو بهش دادیم، لوکاپ اری رو باید بدیم. لوکاپ اری در واقع یک ستون یا یک آرایه هستش، یک رنج هست از سلول ها که میره تو اون جستجو رو انجام میده. میتونه حالا اینجا باشه که ستون کل ستون آ هستش، میتونه یه رنجی باشه مثلا این قسمت فقط باشه که از A1 تا A7 فرقی نداره. در کل میره شماره سطر رو پیدا میکنه. شماره سطر رو هم از ابتدا میره پیدا میکنه. مثلا اگر من اینجا این قسمت رو بخوام امتحان بکنم، میره ابتداش میشه دومین سطر، یعنی از دو شروع داره میکنه، 3 4 میگه آقا از اونجایی که انتخاب کردی از اولش 3 تا پایین تره. خب پس توجه کنید، الان من A رو کلش رو که انتخاب بکنم 4 رو به من برمیگرد. چرا؟ چون از سطر اول دوم سوم و چهارم رو بس من برمیگرد. اما اگه یه قسمت دیگر رو انتخاب بکنم، مثلا این قسمت رو انتخاب بکنم، رنج A3 تا A7 در واقع دومی رو باید پیدا بکنه. چطور باید دومی رو پیدا بکنه؟ اینجا الان 5 گذاشته به خاطر مچ تایپش هستش. ما 3 جور مچ تایپ داریم، یه دونه در واقع اگزکت داریم که صفره، یه دونه هم یک و منفی یک داریم که تقریبیه، که نوع تقریبش حالا توضیح ده، ولی هیچ وقت ما اصولا از تقریب استفاده نمی کنیم، میخواییم دقیق پیدا بکنیم. بعد الان نگاه کنیم، این صفر رو که گذاشتیم شد دومی، پس اومد توی این رنج من از آسه شروع کرد، گفت این اولیش که بود گذاشتی دومیش الان یاسیه. خب اما اگر مثلا از یه رنج پس دیگه انتخاب بکنیم از آ، میاد میگه چهارمین سطر هستش. پس توجه بکنید، مچ از اونجایی که شما انتخاب میکنید شروع به شمارش میکنه. شماره سطری که اینجا نوشته شده رو لزوماً بر نمیگرده، مگر اینکه کل ستون رو انتخاب کرده باشید. پس اوکی میکنیم و میبینیم شماره سطر رو واسه من برگردوند. و حالا از طریق این من میتونم خیلی کارا بکنم. میتونم بیام بگم اوکی فهمیدی یاسی چندمه، حالا بیا اسم خانوادگیش رو بسه من برگردون. ولی تنهایی نمیتونه این کار بکنه، باید ترکیبی انجام بدیم، یا بیا مثلا سنش رو بهم بگو، یا بیا تخصصش رو بهم بگو. که حالا تو جلسه بعد ما میخوایم در خصوص تابع ایندکس صحبت بکنیم که میایم ترکیب ایندکس مچ رو هم استفاده میکنیم و میگیم که چطور میتونیم مثلا فامیلی نیم رو برگردیم. از تابع ایندایرکت هم تو جلسه بعدیش استفاده میکنیم که دوباره راه دیگه هست به همین طریق که میتونیم اطلاعات رو بازگردانی کنیم. خب ممنونم از توجهی که داشتین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.